خواهی بشوی گنده، آهن بخر و پنبه. قهرمان فیلم این هفته روز روزگاری لحاف دوز بود، ولی پنبه زود آتیش می گرفت. پس رفت سراغ آهن. با او در پنبه تا آتش آشنا بشید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومد به برنامه این هفته آپارات. بازار تهران پر از قصه های عجیب و غریب و ناگفته است. قصه هایی که یا خود بازاری ها میلی به تعریف کردنش برای همه نداشتن و یا بنا به ملاحظات سنتی و فاصله بین نویسنده ها و هنرمندان با این قشر هیچ وقت مجالی برای عرضه شدن پیدا نکردن. اما سراغ هر بازاری قدیمی استخوندار و موفقی برید، قصه جالب رو پشت یه موفقیت پیدا میکنید. علی اصغر حاجی بابا، پیشگام صنعت ریختگری ایران، یکی از همین بازاری ها و صنعتگران موفق بود. او که همین چند پیش در سن 89 سالگی درگذشت، از خودش یک کسب و کار خانوادگی موفق و مهمتر از اون یه صنعت موفق در ایران به جا گذاشت. با این حال خودش زندگی پرفراز و فرودی داشت. در بچگی از خونه فرار کرد، در جوانی طرفدار حامی جبهه ملی شد و در میانسالی به دلیل یه اشتباه تا پای اعدامم رفت و بعد از انقلابم کارگرهاش علیه شورش کردند. فیلم پنبه تا آتش روایتی است از زندگی و کار او. بهرام عظیم‌پور کارگردان این فیلم، فیلمسازیه که در مدیوم‌های مختلف هنرهای نمایشی و تصویری فعالیت کرده. از نویسندگی و کارگردانی تئاتر و فیلمنامه‌نویسی تا ساخت سریال داستانی برای تلویزیون. او نزدیک به 3 دهه فعالیت مستمری در سینمای حرفه‌ای ایران داشته و در سینمای مستند هم از سال 73 به این شکل به صورتی پیگیر فعالیت میکرده و 2 دوره هم عضو هیئت مدیره ی انجمن مستندسازان سینمای ایران بوده. از فیلم های مستندش میتونیم به عروسک های کمس، چمر، دوبه، هوای تازه و سایه برونای اشاره کنیم. آثارش تاکنون در جشنواره‌های متعدد داخلی و بین‌المللی به نمایش در اومدن و جوایزی رو برای سازندش برمغان آوردن. این فیلم هم از مجموعه فیلم های کارستان به تهیه کنندگی مجتبی میر طهماسب و رخشان بنی اعتماده و در سال 1395 تولید شده. برای صحبت در مورد این فیلم از 2 صاحب نظر دعوت کردیم که از راه دور میهمان برنامه ما باشن. روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی از لندن، و شهاب عموپور، سینماگر و روزنامه‌نگار از پاریس. خوش آمدید میگم به هر دوی شما از راه دور و از این طریق دیجیتالی. خب به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم، بعد مفصل دربارش صحبت می‌کنیم. ببینیم فیلم رو. در سال 1280 پدر و مادر من از عمامه در شمال تهران هجرت می‌کنم، میام به تهران. شروع می‌کنم به کار لافت‌دوزی و منجر بشه مغازه بگیرم در خیابان بوزرگ عمری قبلی که الان 15 خرداده که ما بچه‌ها همه اینجا به دنیا آمدیم. اومدم یه جعبه آینه سفارش دادم، درست کردم، عکس آرتیست‌ها و بند وسات و لوازم و تحریر بند وسات میذاشتم، میآمدم کنار خیابون دم سینما میذاشتم، شروع میکردم فروش کردم. تصمیم گرفتیم بریم سراغ واردات. بنابراین یه شرکت تأسیس کردیم به نام شرکت وان علی اکبر حاجی بابا، رو کردیم مدیر عامل اون شرکت و شروع کردیم به واردات آهن. صدا ما رو هم ضبط میکنیم که کار داریم به کسب و کار ما هم کار داریم. این مغازه متعلق به پدر من بود. اینجا شروع کردیم به کار لافت‌دوزی. 15 سالم بود. گلک رو شکوندیم، هرچی گفته شد و داشتیم زدیم بیرون. بعد یه ها دیدیم رو میز روزنامه ها صفحه اول اطلاعات عکس بابا رو انداختن به عنوان 5 نفر اعدامی.
بابام دیده من اگه اونجا یک کربیت بزنم زندگی ما بین رفته. همینجا تظاهرات میکنم مستقیم اومدن پایین مرگ بر حاجی بابا. اختلاف مرگتون بود 5 میلیارد تومان. من تراس مال خودم چی بخرم؟ فلان نسل سوم اومده سر کار. با نظر بابا جون موافقم که بعد از کارخونه شروع میکردم و خوشحالم از این کارم. با یه تهدید که نباید ول کنن در رن. نسل به نسل باید اختلاف نظر باشه. اگر نباشه ما عقب گرد کردیم. تمام بادا که من تأسیس کردم برای اولین بار بوده. دنبال هیچ کس نرفتم. ما تو مملکت حاکمیت قانون نداشته باشیم. آزادی نداشته و هیچ جا نمیرسیم. من فکر میکنم این زوبش زوباهن نیست. پروسیلیس هم نیست. تلاست. هم به تاتش رو دیدیم ساخته بهرام عظیم‌پور، یه مستند صنعتی امیدبخش در این دوران سختی روزگار صنعت و اقتصاد. پنبه تاتش قصه زندگی یه بچه بازاری بود که تونسته قدمی جلوتر از پدرش برداره، از تجارت به عرصه تولید بره و یه صنعتگر موفق باشه و منفعت اجتماعی هم ایجاد کنه، کارآفرین باشه و برای دیگران امکان معاش به وجود بیاره. فیلم به روشنی تصویر نزدیکتری از عرصه صنعت در بخش خصوصی در ایران رو به دست میده. تصویر متفاوتی که خب ما کمتر میبینیم و در اون فیلمساز زاویه دید کارفرما رو لحاظ کرده. یک کارفرمای واقعی با مسائل واقعیش. با توجه به اختلاف نگاه سنتی هنرمندان و بازاریان و کارفرمای بزرگ، در سطح عمومی معمولاً این افراد و نقششون در یه جامعه نادیده گرفته شده. از این منظر این فیلم و فیلم‌های مشابه میتونن در نزدیک کردن نگاه‌ها کمک کنن. اما بذاریم ببینیم که میهمانان برنامه در این زمینه چطور فکر میکنن. شهاب عموپور فیلمساز و روزنامه‌نگار از پاریس و روزبه کمالی نویسنده و منتقد سینمایی از لندن. خیلی ممنون و متشکرم از حضور هر دوی شما آقای کمالی و آقای عموپور در برنامه این هفته ما. گفتگو رو با شما شروع کنیم. آقای کمالی، برای ما بگید که ما در این فیلم با چه جور مستندی روبرو هستیم؟ آیا یه مستند صنعتی رو دیدیم یا اینکه یک مستند شخصیت نگار بود به اصطلاح، یک مستند پورتره؟ اگر که به خود فیلم رجوع بکنیم میبینیم که شخصیتی رو در کانون فیلم قرار داده، در کانون اثر قرار داده، علی اصغر حاجی بابا، و از پی روایت سرگذشت و کارنامه او روان شده. به این تعبیر ما با یک فیلم پورتره
و شخصیت نگار روبرو هستیم. فیلم شخصیت نگار یا پورتره معمولا به یک شخصیت میپردازن، به کارنامه و دستاوردها و زندگی او. مستندهای صنعتی به مراحل تولید یک کالا یا نحوه ارائه خدمات. بر این اساس من فکر میکنم که در مجموع با یک فیلم پورتره مواجهیم. اما عناصری در فیلم راه پیدا کرده که البته بعداً میتونیم به اون بپردازیم، به خاطر اینکه شخصیت در واقع کار و آنچه تولید کرده صنعتی هست، عناصری در فیلم راه پیدا کرده که به توصیف دستاوردهای او و ارزش اونها میپردازه که شاید اون جنبه ها به این سوال شما در واقع این اهمیت رو بده و این ویژگی رو بده که فیلم عناصری از مستند صنعتی رو هم در خودش دارا هست. آقای عموپور، فیلم از نظر شما چگونه فیلمی هست؟ فکر میکنم که حالا از زاویه دیگری اگر بخوام ببینم، فکر میکنم از درون فیلمش کاملا مدعی، البته ادعا به معنای مثبتش، نه که ادعای گزاف. در عوض بیرون فیلم و روشی که فیلمساز برای طرح مسائل درونی و پیش بردنش انتخاب کرده، بی ادعا و بی تکلفه. به نام فیلم نگاه میکنیم، به تناسبش با لایه های بیرون و درون فیلم میبینیم که قصه یک جوان نرمخوی ملیگراست که با پنبه سر و کار داره. در یک مقطع تاریخی پس از کودتای 28 مرداد، اون پنبه ماهیتاً آسیب پذیر رو که بخشی از تعریف وجود خودش هم هست، به یادتون میارم که به قدر این فرد حساس بود در نوجوانی که به دلیل حرف برادرش خونه رو ترک کرد، این پنبه رو در معرض آتش سیاست میبینه، اما بیان که از هویت سیاسی خود دست بکشه، میدان رو عوض میکنه و میره سراغ آهن سخت و روحیه نوآوری و کارآفرینی رو که در فیلم نمایش داده میشه اونجا دنبال میکنه. بعد به محض اینکه حس میکنه وقتش فرا رسیده، تجارت و دلالی رو کنار میگذاره، میره سراغ تولید و با سر دوباره برمیگرده به دل همون آتشی که زمانی نزدیک بود تمام هستیش رو برباد بده. و همه اینها در قالب یک پورتره از یک صنعتگر موفق به نظر من ارائه شده. ولی آقای کمالی، فیلم‌هایی از این دست میتونن این شایبه رو به وجود بیارن که ما با یه فیلم تبلیغاتی روبرو هستیم. آیا شیوهی که فیلمساز فیلم پنبه تا آتش در پیش گرفته برای گفتن قصهش ممکنه که این شایبه رو به وجود بیاره که ما شاهد یک فیلمی هستیم که داره یک چیزی رو تبلیغ میکنه؟ این برمیگرده اون قسمت دوم صحبت هم که گفتم که یک عناصری هم وارد فیلم میشه که در واقع ما رو با این پرسش مواجه میکنه که این مستند پورتره هست یا صنعتی. قطعا البته در مجموع میتوان گفت که این مستند پورتره است، اما اون جنبه هایی که با تاکید بر کارنامه این فرد و اون چه که خلق کرده در فیلم اومده، یک ستایش یا تحسینی رو نثار آثاری که او خلق کرده میکنه که شاید به این شایبه دامن میزنه که ما داریم یک نوع خاصی از تولید یا کار صنعتی رو در فیلم میبینیم که تبلیغ میشه. منتها من به این دلیل این فیلم رو مستند صنعتی نمیدونم. اگر که بعداً که حتما میریم به سراغ روایت فیلم، اونجا میتونم توضیح بدم که اون جنبهی که شما میگید جنبه تبلیغیه چگونه در روایت فیلم راه پیدا کرده. فعلا به همین اشاره بسنده میکنم. آیا عموپور شما چطور فکر میکنید؟ آیا یه همچین فیلمی میتونه کارکرد تبلیغی هم داشته باشه؟
بستگی داره که مرادمون از تبلیغ مفهومش و کارکردش دقیقا چه باشه. اگر بگیم که مثلا این فیلم یک تبلیغ، فیلم تبلیغ یک نظام مثلا در قیاس با نظام دیگر، حالا چون شبه های این شکلی هم مطرح میشه گاهی در مقابله در برابر برخی از فیلم ها، یا مثلا تبلیغ و بات کردن یک دولتی جناحی، خب نیست. آیا تبلیغ و رپورتاج یک برندی هست؟ خب شاید دورتر بتونم راحت‌تر پاسخ بدم. اما یا اینکه بگیم تبلیغ فردی است که اون فرد که حالا فوت شده و بین ما نیست قرار بوده که با انتشار فیلم به یک ترفیع اجتماعی سیاسی و غیره برسه، خب این هم نیست. اما اگر بگیم که تبلیغ یک مرامه، تبلیغ یک روشه که در دل چند بحران ایستاده، ایستادگی، نوآوری و تلاش رو در طی چند دهه و طی تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی حفظ کرده و حالا این روش و روحیه داره برای تماشاگر تبلیغ میشه، خب من فکر می‌کنم که هست. اون شایبه‌ای هم که پدید آمده ممکنه که در مورد هر فیلمی که در آن فرد یا صنعتی برجسته شده باشه به وجود بیاد، یا اینکه اگر سرمایه‌گذاری غیر فردی در یک فیلم صورت بگیره باز ممکنه که این شایبه پدید بیاد. منتها اینجا به گمان مرام کارآفرینی و ایستادگی است که برجسته شده و روی اون پیشخوان اصلی برای تماشاگر قرار داده. ولی آقای امفور، این مسئله که مثلا توی فیلم از طرف افراد مختلف اشاره میشه که این محصول بهترین کیفیته یا این مناسب ترینه یا این مدرن ترین شیوه است، و اینکه کارگران و کارمندان آقای حاجی بابا بیان و توی فیلم تعریف کنن ازش که چه آدم خوبیه، مهربونیه، چه کار کرده و اینها، آیا اینها چیزایی از این دست چون شایبه‌ای رو تقویت نمی‌کنه؟ خیلی مختصر عرض بکنم که ببین، اگر این یک تک محصول ایرانی در قیاس با نمونه‌های خارجی باشه خب چه ایرادی داره؟ اما اگر نمونه های مشابه ایرانی وجود داشته و ما در یک پورتره به این ارجاع بدیم، من فکر میکنم که دست کم ضرورتی نداره که ما بخواییم این کار بکنیم. اما من چون حالا از بازار محصولات ایران الان خبر ندارم و نمیدونم که آیا این محصول یگانه است یا نه، باید اول دانسته هم رو راجع به این محصولات صنعتی قاعدتا افزایش بدم، بعد بتونم پاسخ بدیم که آیا این یک تبلیغی برای یک محصولی در بازار ایران هم محسوب میشه یا نه. آقای کمالی، شما اهمیت ساخت یه همچین فیلمی رو در چه چیزی میدونید؟ ببینید، تاریخ ایران یا اصلا سرگذشت ایران رو در دوران معاصر اگر که بهش نظر بکنیم، به خصوص بعد از انقلاب، ما با گسست‌های مختلف روبرو هستیم. یعنی گسست بین گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی با فرض بکنید عقاید مختلف، دیندار، غیر دیندار، مذاهب گوناگون، اقوام مختلف، گذشته و حال، از حال به آینده باز گسستی داریم به خاطر اینکه از چگونه از حال آشفته و پر آشوب اکنونمون بتونیم تصویری از آینده متصور بشیم. از این طرف این رو هم در نظر بگیریم که بعد از انقلاب 57 و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، یک روایتی از تاریخ، یک روایت رسمی از تاریخ تکثیر شد از جانب حاکمیت که انگار تاریخ ایران، بلکه تاریخ جهان، از 22 بهمن آغاز شده و کسانی که با این قدرت همراه بودند، با این حاکمیت همراه بودند، در این روایت تاریخی اجازه نقش آفرینی پیدا کردن و به تدریج این تاریخ در واقع اصلاح و ویرایش شده، برای اینکه بعضی از افراد دچار ریزش شدن و اینها از تاریخ حذف شدن، کسان دیگه اضافه شدن. چنین آثاری، چنین فیلم هایی که یک تلقی دیگه، یک روایت دیگری از این تاریخ به دست میدن، یک آلترناتیوی، تاریخی که به جای اینکه نقش محوری رو به حاکمیت بده، به افراد معمولی تر میده، به شهروندان میده، تلاش هایی هستن برای به دست دادن تصویر دیگری از سرگذشت ایران. از این نظر این آثار از اهمیت برخوردارن، به خاطر اینکه نقشی غیر از نقش حاکمیت و قدرت و روایتی به جز روایت
رسمی پیش رو می‌نهد. اشاره کردید به مسئله روایت. آقای کمالی برامون بگید که شیوهی که فیلمساز در این فیلم برای گفتن قصهش در پیش گرفته و شکل روایش در حقیقت چگونه بوده؟ من برگردم به صحبت پیشینم و یه نکته، چون من یک مقدمه راجع به گسست گفتم، اینو اضافه بکنم که چنین خورده روایت هایی از تاریخ که نقش اشخاص و دیگران رو پررنگ میکنه کمک میکنه که این گسست ها پر بشه. گسست هایی که ما در روایت های تاریخی داریم، در روایت بین گسست بین روایت حکومت از تاریخ و روایت هایی که نزد مردم هست یا روایت اشخاص از تاریخی از وقایع. ببینید روایتی که فیلم داره خب خیلی روایت ساده ایه و خیلی هم روان هست و از شخصیت رو در کانون فیلم قرار میده، از طریق او و به بیان و زبان خود او سرگذشتش روایت میشه و فیلم هم از پی او روان میشه. بقیه ما صدای راوی هم نداریم دیگه، یعنی خود شخصیت داستان رو میگه. بقیه روایت ها یا خورده روایت هایی که در فیلم میاد در تایید این روایته، یعنی در تایید روایت شخصیت اصلی. این مربوط میشه به روایت کرونولوژی که فیلم از گذشته تاریخی به اکنون. در روایت فیلم فقط از زبان و نگاه شخصیت اصلی در اختیار مخاطب قرار میگیره. در آغاز فیلم ما از طریق حضور او در کارخانه و رفتار مردم دارانش با کارگران، تکنسیان‌هاش و خورده روایت‌هایی که کارگران و متخصصینش بیان می‌کنن، اعتمادمون به او جلب میشه. او رو به عنوان راوی موثق میپذیریم. بعد که او شروع میکنه به گفتن سرگذشتش، اون وقت ما به سرگذشتی که از خودش تعریف میکنه اعتماد داریم، چون پیش از او دیگران تاییدش کردن. و بعد از پی اون هوشمندانه روایت خانواده از راه میرسه که باز بیشتر در تایید اوست. اینجا هم میبینیم که اگر که مثلا فرض کنید روایت خانواده رو زودتر میورد، ما احساس میکنیم خب اقوام این آدم دارن دربارش صحبت میکنن و خب طبیعیه که از او دفاع کنن. اون چیزی که فیلم کم داره از نظر من اینه که ما روایت های دیگران رو هم بشنویم، روایت دیگرانی که نظر جدن مخالف یا نقد دارن به این آدم، یا حتی روایت های شکست ها، ناکامی ها و تصمیم های غلط خود این فرد رو از زبان خودش بشنوید. اینجوری این روایت کامل می شد. میدونید به گفته یه مردم شناس خیلی اشاره خوبی میکنه، میگه خیلی از روایت رو وقتی هوش جمعی قبول نمیکنه به خاطر این هست که روایت کامل نیست، فقط بخش قهرمانیش گفته میشه، بخش موفقیتاش گفته میشه، بخش شکستای فردی گفته نمیشه. اتفاقا آلن دوباتن میگه که ما اغلب از طریق خاطرات و تجربه های اندوهباره که به هم میتونیم نزدیک بشیم. این بخش رو فیلم کم داره. بحث کردیم راجع به شخصیت و شخصیت پردازی در این فیلم. آقای عموپور از نظر شما این فیلم چقدر تونسته به عنوان یک مستند شخصیت نگار به شخصیت اصلیش نزدیک بشه و یه تصویر همه جانبه و همه سونگر از شخصیت اصلی به ما بده طوری که باورش کنیم؟ بله، عرضم به حضور که برای اینکه همپوشانی نشه و از منظری متفاوت نگاه بکنم، اجازه بدید که این بحث محتوایی و شخصیت پردازی رو بتونم در کنار هم بیارم و به نگاهی به روایت فیلم هم داشته باشم. ببینیم که فیلمساز از همون ابتدا، همون ثانیه های نخست، چند کد خیلی کوتاه میده که هم پرسوناژ رو سمپاتیزه میکنه، شخصیت اصلی رو، و هم به تماشاگر خبر میده که شما با قصه یک فرد مهم طرف هستید. یک کدهایی میده مثل
عاشق وطن، عاشق صنعت، نوآوری، صادرات، عدم تخصص دانشگاهی. و بعد در این مسیر میره که حالا بیایید تماشا بکنیم که این شخصیت مهم با این کدها دقیقاً کیست، چرا مهمه و چه لزومی داره که ما بدونیم که ایشون کی و چه کار کرده. از اینجا به نظر زبانی که انتخاب میکنه زبانی ساده و روانه. یک درختی رو ترسیم کرده، رفته ابتدا سراغ ریشه درخت، بعد تنه درخت، بعد نگاه کرده که این درخت کجاها شاخه دوانده، کجا شکوفه کرده، شکوفه کجا محصول شده، کجا شاخه خم شده، کجا هرس شده. یک جاهایی برای عمق دادن به داده ها از تصویر و کنش و رویداد استفاده کرده و اونها رو مقابل چشم بیننده میگذاره. یه جاهایی متوسل میشه به روایت خود پرسوناج و یا یه خورده روایت های از سمت دیگران. و در این مورد بی ادعاست و به نظرم پلان های عجیبی هم نداره، اما با همون اون دستور زبان ساده سینماییش حرفش رو به گمان تا حد اکثرش تونسته به مخاطب منتقل بکنه. و البته فکر میکنم که تدوین فیلم در حقیقت اون ریتمی که در تختی پلان ها هم به کار گرفته تدوینگر کمک میکنه که تماشاگر از فیلم جدا نشه و پیگیر فیلم و به خصوص اون شخصیت اصلی فیلم باشه. در این حال هم آقای عموپور، فیلم درباره کسب و کار خانوادگی هست و موروثی که در اون مدیریت از فرزندان به فرزند دیگری به ارث میرسه و همه خانواده درگیرش هستن. به هر حال یک شیوه سنتی کسب و کار و حتی مدیریت صنعتی، چیزی که ممکنه در جهان مدرن کمتر شاهدش باشیم. دست کم ممکنه شرکت ها خانوادگی باشن، اما مدیریت شاید بر اساس سیستم موروثی نباشه. راجب نقش و کارکرد خانواده توی این فیلم برامون صحبت میکنید؟ بله، ما با یک ساختار سنتی ولی با به اصطلاح نمادهای به روز مواجه هستیم و اون به اصطلاح اون پلانهایی که به نظر من به درستی از پلانهای کاری خانوادگی، صحنه‌های در حقیقت صحنه‌های کاری خانوادگی که همه اعضای خانواده در حال گفتگو هستن، با همدیگه تعامل دارن و بحث میکنن، با همدیگه نظرات مختلف شنیده میشه. اما حالا نکته جالبی که من تو این بخش میتونم ببینم به گمان من، یعنی برداشت من هستش که در همه اینها شما حضور نهایی خود شخصیت اصلی فیلم رو حس میکنید، یعنی احساس میکنید که علارغم اینکه ایشون فضا رو فراهم میکنه برای فضای گفتمان و تصمیم گیری، نهایتا خودش یک هدایت کننده اصلی است. و حتی این رو در خود اون شرکت هایی که قبلا با حضور حالا هر سه برادر اینها اداره میکردن، در اونجا هم میتونیم ببینیم که گرچه مثلا تا زمان فوت برادر بزرگتر ایشون رئیس هیئت مدیره فلان شرکت نبوده و بعد از مرگ اون برادر به اون مقام رسیده، اما در همه گفته های کارکنان، گفته های حتی برادر دیگر، حول محور این شخصیت میگرده. و به نظرم یک، حالا نخوام بگم واقعا یک پغان، یک پارن به قول فرنگیان، پدر خانده هستی، ولی مانند یک پدر بزرگ همه اینها رو هدایت میکنه و شکل میده به این روابط، چه در محیط خانه و چه در محیط کار. آیه کمالی، شما راجع به این شیوه کسب و کار یا اداره یک صنعت نظرتون چیه؟ چطور فکر میکنید؟ میدونید در حالا در خود ایران شما میبینید که کشور، یعنی حکومت به شکل یک شرکت خصوصی نسبتا خانوادگی بزرگ اداره میشه و با در یک شرایط خیلی پیچیده ای هست از لحاظ فرهنگ اقتصادی در ایران. یعنی واقعا کسانی که میخوان کار اقتصادی بکنن، با کار تولیدی بکنن به خصوص، با خطرات خیلی زیاد اقتصادی مواجهن و از طرفی با خود حکومت، از طرف خود حکومت در خطرن، برای اینکه حداقل اینکه سیاست‌های بی‌ثبات حکومت اونها رو دچار مشکل میکنه یا ممکنه مثلا دست بندازه حکومت بر کسب و کارشون. این شیوه خانوادگی اداره کردن یک شیوه بسیار قدیمی در ایران هست، هم در اداره حکومت هم در اداره کسب و کار، برای اینکه یک امنیت نسبی فراهم بشه و
خلاصه افراد همدیگر بشناسن و بتونن به همدیگه اعتماد بکنن و نسل به نسل هم این تجربه منتقل بشه. توجه بکنیم که اون قسمتی که فیلم به خوبی هم نشون میده که این صنعت در واقع این صنعتگران از بازار برخواستن، از همون سنت هم تغذیه میکنن دیگه، این سنت کسب و کاری که خانوادگی منتقل میشه و به تدریج اعضای خانواده واردش میشن. ولی حرفای من نه ایجابیه نه سلبی، در واقع فقط دارم توصیف میکنم. آقای عموپور، به نظر شما مخاطب اصلی یک همچین فیلمی که درباره یک صنعت هست یا درباره یک شخصیت، چه کسانی میتونن باشن؟ این فیلم زیر مجموعه از کارستانه و کارستان هم بر اساس هدف و تکلیفی که برای خودش ترسیم کرده مخاطبش رو، یا دست کم بگیم مخاطب ویژش رو انتخاب کرده. به نظر من نسل جوان فارغ التحصیل های متوسطه و دانشگاه، که البته تو خود به اصطلاح مانیفست کارستان هم بهش توجه شده سوای این فیلم، و بخش عمده از جامعه هدف کارستان رو تشکیل میدن که قراره با دیدن اثری که در مورد افرادی خاص ساخته شده تحت یک تأثیری بگیرن، افراد کارآفرین که در دشوارترین شرایط هم تونستن از روحیه‌شون، از هدفشون، از توانایی‌هاشون مراقبت کنند و کاری بزرگ رو به سرانجام برسونن. و اینکه بگیم حداقل اینکه سازندگان فیلم می‌خواستن که دست کم بر میزان آگاهی شما این مخاطبی افزون بشه. البته این به معنی نیست کم به واتش جذابیتی برای سنین یا افراد دیگه نداشته باشه، نه، به گمان هر مخاطبی میتونه با فیلم با پرسوناژ‌ها ارتباط بگیره، زندگی اونها و کنش و واکنش‌هاش براش ملموس باشه، اما مطلوب هدف تاثیرگذاری فیلم بیشتر متوجه اون بودی که عرض کردم خدمت. فیلم البته با رویکرد سیاسی ساخته نشده، اما نشون میده که چطور یه صنعت و یا یه اقتصاد در یه شرایط سیاسی خاص میتونن در آستانه ویرانی قرار بگیرن، مثل همون اتفاقات سالهای اولیه انقلاب و شورش کارگرها علیه کارفرماها. گرچه فیلم به ملاطفت از کنار این موضوع گذشته، اما در این حال هم ثبت دهشتناکی هست از روابط بین صنعت و سیاست و بین کارگران و کارفرمایان، نه؟ بگذارید عرض بکنم که اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید و این حسن فیلم هست که به این قضیه پرداخته، اما در کنارش عرض بکنم که بعد از حسن پرداخته به این قضیه، من در ادامه روایت تاریخی فیلم یک خلأ محتوایی هم میبینم. حالا شاید به دلیل موانع ارزشیابی باشه، اینو کارگردان حتما بهتر میتونه توضیح بده آیه عظیم‌پور، شاید هم نه، نمیدونم. حالا کجا برگردم سراغ اون برجستگی های فیلم، ایستادگی، تلاش، ابتکار و باز هم ایستادگی. اما بگیم که برای اینکه فقط شعار نداده باشیم در یک فیلم، وقت مخاطب باید بدونه که چگونه و در مقابل کی این ایستادگی انجام شده، به ویژه پس از استقرار نظام پس از انقلاب در ایران. ببینید فیلم در جغرافیای ایرانه و برای ملتیه که انواع مصیبت‌ها و بلاهای عظیم رو تجربه کرده و ما یک کارآفرین داریم که همیشه در دل مصیبت بوده. بیشتر مصائب ملت هم از سمت خود دولته. خود همین صنعتگر آقای حاجی بابا در فیلم در جای در مونولوگش این هستش که دولت 90% اقتصاد کشور رو گرفته و اون 10% بخش خصوصی چقدر داره تلاش میکنه تا بیسته. خب من اگر یک مخاطب تازه فارغ التحصیل باشم که قراره علی اصغر حاجی بابا الگون باشه، باید سر در بیارم که او چطور در مقابل اون دولت بلا میسته، چطور خودش رو حفظ کرده. اویی که در ابتدای انقلاب که کارگرها کارفرماهای مانند او رو در بشکه کردند و بشکه رو اندود کردند و چرخوندند، اما اون نترسید و ایستاد. خب همین شخصیت در مقابل دولت‌های بلنده بخش خصوصی چطور مقابله کرده؟ صحبت از مقاومت میشه، اما در بعد از انقلاب تنها صحنه‌ای که من یادمه که این چالش با نهاد دولت رو عیناً توش می‌بینیم، زمانی که قبض هنگفت برق اومده و سرش بحثه و نهایتاً مقاومت میکنند و تصمیم میگیرن که قبض رو پرداخت نکنه. اما بیشتر خب سراغ ندارم من، و به گمانم این حلقه مفقوده‌ای هستش که میتونه ما رو از صرف یک پیام
پیام انجام یک کار بزرگ برسونه به پرداختن به جزئیاتی مهمتر در مورد چگونگی انجام یک کار بزرگ. آقای کمالی، توی فیلم وقتی که به گذشته نگاه میشه و تاریخ گذشته گفته میشه، تصاویر خیلی زیادی یا در حقیقت قصه های خیلی زیادی گفته میشه از روزگار پیشین، از روزخونی ها در خونه های قدیمی، از مثلا مهاجرت یهودیان یا ملی شدن صنعت نفت یا ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت و همینطور بیا تا زمان انقلاب. ولی از بعد از انقلاب این تاریخ گویی همزمان با گفتن قصه شخصیت ناگهان قطع میشه. ما از بعد از انقلاب دیگه چیزی نمیدونیم، اینکه تأثیر اتفاقات تاریخی بر شخصیت در بعد از انقلاب چگونه بوده یا این مناسبات چگونه بوده و اینها. فکر میکنید که چرا کارگردان سراغ این بخش نرفته؟ این خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما میبینیم که در بخش پرداختن به رژیم پهلوی به برهه‌های مختلف تاریخی اشاره میشه. این برمیگرده به همون گفتمان، اون در واقع اون روایت رسمی حکومت که بر و اون تسلط حکومت، اصراری که حکومت داره بر تسلط بر همه روایت‌ها و خورده روایت‌ها. بنابراین در فیلمی که داره به صورت کرونولوژیک به روایات، به برهه‌های قبلی، به وقایع قبلی میپردازه، میبینیم که وقتی بعد از انقلاب میرسه وقایعی مثل جنگ، تحریم‌ها، همه اینها رو ازش میگذره و فقط به صورت مبهم از سختی کار تولیدی و صنعتی در اقتصادی دولتی یاد میکنه. و توجه داشته باشید که در فیلم اشاره میشه که بارها این مجموعه صنعتی تقدیر شده، به عنوان برگزیده انتخاب شده و حتی از زمان آقای حاجی بابا میشنویم که امید دارم که امسال هم فلان مجموعه برگزیده بشه. خب اگر چنین نقدی در به صورت آشکار بیاد احتمالا خب برگزیده هم نمیشن دیگه. یعنی میدونید روایت تاریخی اگر که فرق کنه با روایت رسمی، اون وقت در بخش صنعت هم شما تقدیر رو از دست خواهید داد. خب شما فکر میکنید که دلیلش این میتونه باشه؟ حالا کارگردان ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه در این زمینه. آقای عموپور، آیا فیلم در عرضه روایی خودش از تاریخ تعادل داشته و به شکلی روان این قصه رو برای ما گفته؟ یک نکته در بحث این تعادل و محتوا شاید به چشم بیاد که من خیلی مختصر یک راست میرم سراغ همون، این که کودکی آقای حاجی بابا کجا و چطور رقم خورده، مدرسه‌ای که میرفته، جا به جایهای والدینش، روحیه دموکرات پدرشون در برخورد با خواهرشون، استفاده از تصویر و آرشیو مکانها و غیره، وزن اینها در تناسب با ایده محوری فیلم و حجم سایر داده ها، اون هم در یک فیلم تلویزیونی 52 دقیقه‌ای، به نظر وزنش مقدار زیاد به نظر میرسه. اما من فکر میکنم که فایده این بیشتر از ضررش بوده در فیلم. چرا؟ ببینید فیلم داره یک صنعتگر رو، یک فردی رو که داره یک کار زمخت رو انجام میده، اون هم با فیلم برداری در دهه 80 از زندگی این آدم به تصویر میکشه. تماشاگر چطور میتونه با او همراه بشه؟ به ویژه مخاطب جوان. به نظرم اینجا، به نظر من، یک فیلمساز از یک تمهید استفاده کرده که در سینمای داستانی خیلی کاربرد داره. همون ابتدا از این ریشه ها و از چند موقعیت و کنش و واکنش پرسوناژ در اون دورانی که برشمردم استفاده میکنه و این ناخودآگاه مخاطب رو با آقای حاجی بابا همراه میکنه، یک همزاد پنداری با او صورت میگیره و از اون پس تماشاگر با خورد قصه های بعدی راحت تر پیش میره. خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما. فرصت بیشتری برای ادامه گفتگو نداریم. ممنون از شهاب عموپور، سینماگر و روزنامه‌نگار از پاریس، و همینطور روزبه کمالی، نویسنده و منتقد سینمایی از لندن. وقت برنامه این هفته ما در اینجا به پایان میرسه. از طریق راههایی که همینجا داره زیرنویس میشه، شما نظراتتون رو درباره فیلم این هفته و اینطور درباره موضوعش، کارفرماها و کارآفرینی، برای ما و دیگر بیننده ها بنویسید و ما رو از دیدگاه های خودتون و نقد و نظراتتون درباره برنامه با خبر کنید. تا هفته آینده و برنامه دیگه، به اتفاق میهمانان برنامه،
بدرود و پاینده باشید و خیلی هم مراقب سلامت خودتون باشید.